امتنان گرامی درود بر شما از جبهات مقاومت ملی در برابر تروریسم طالبانی خبرهای ناخوش میرسه با دست ما عمدتا خبرهای اپراتیفی است که نشان میده برخی از مسئولین تأمیناتی جبهه مقامت که در دوشنبه هستند و وظیفهشان اکمال و تأمین مالی و لوجستیکی پایکار جویان و مقامت در این کشا هستند و وظیفه خود درست عمل نمی کنن. تا امیدم گزارش که در نتیجه هفت مبارز مقامتی جان خدا اردست دادن از گرسنگی و از فاقگی شما تصو... تصاویری از یک گروه از مبارزین دیدین در شبکه اجتماعی که شاخش های درخت برگا رو بین خود تقسیم میکنن و از او تغذیه میکنن تنها در اونجا نیست در چندین نقطه به عین ماجرا دیده شده و در جریان است گزارش سری که ما در دست نشان میده که پول و هزینه تدارکات پیکارجویان مقاومت از طرف مسئولین در عشرت سراهای سمرقند و تفرجگاه ورزاب در شهر دوشنبه تاجکستان و مصرف می رسد خب بنان ما شما صاف و ساده با یک کتله فاسد که در واقع تماندهای نظام جمهوری غنی هستند مواجه هستیم ما از ده ما به طرف ضرورت تصفیه و تصفیه کار تمام علی بقایای رژیم فاسد و معاملگر مطرح کردیم آلی هم به خود پایبند هستیم برای شما بسیار جالب باشه که شما بگوین که کی هستن یا در گزارش سری از اینا نام برده شده قاضی احمد نقاط اینه پیسا دیگه در دست دیگه میگن که سهم جبه رو ما بتیم ما خود ما میرسونیم با بچه ها به نظر خودشان آجیتوریال های فرمول مسئول بخش مالی بغلان جنرال مصطفی موسینی و جالبتر دیگه جنرال خلیل اندرابی اگر یادتان باشه خلیل اون که که از قماندان های طالب ها در بغلان قماندان انتحاری ره در موتر دولتی انتقال میداد تا برای پشاور تداوی شود. او نمو آدم است. و این جنرال مصطفی موسینی یک چند وقت در گشت و گذار کرد. حتی یک بار یک کلپ هم مانده بود شکایت کرده بود از مسئولین جبه مقامت که گویا همیشه حق مجایدین خوردن حق مبارزانم جنگ ما میکنیم پیسهش پنشیری ها میگیره ایرم با شنیدم ده ای شکی نیست که بین دوزد پانشیری و دوزد اندراوی کدام تفاوت نیست مثلی که مثلا بین تروریزم طالب و تروریزم تاجک کدام فرق نیست میره من باب یاداوری به با شما بیان کردم خب در منطقه که فشار جنگام هم زیاد است دشمن بسیار تلاش داره تا محور اندرابها ره تصیه بکنه او بلندها ره بگیره و باز بعد از او برند به طرف قطح پنجشیر ای اندرابیهای سرشارو مبارزه طلب دهماس که طالبه در پشت سنګرای خود منتظر ماندن و فقط با هر حمله که می کنه مرده و زخمی تا میکنن مگر برای نمی مردم بر گروپ زیادش از ماها و ایسو کمک نرسیده نه خوراک نه پوشاک نه اما ضرورت های اولی زندگی تا کنون هفت مبارز مقامتی به اثر امی سهلانگاری عمدی و شیوع فساد اداری جان خود را دادند جبهه آزادی هم اعلان کرد که دمی درگیری ها در منطقه نورالم یکی از مبارزان برجسته مقاومت جان باخته و سیتن زخمی شدند طالب در منطقه کاسه وقتی که حمله کرد تقریبا از همه جهت آزمه از این طرف منطقه کاسه تراش در قاسان سه روز پایا پای اینجا جنگ شد مفرزای مقامت بسیار شجاعانه جنگیدن سه روز تمام بدون غذا بدون آب و بدون کمک های لوجستیکی شما تصور بکنین در آلت عادی وقتی که غذا و نان به یک گروب نمیرسه چه اتفاق میده اینال تصور بکنین که سه روز تمام شما از چهار طرف هم زیر ضربه و آتش باشین و بر شما چیزی نرسه اینا چی کردن بر ناچار بر پیدا کردن خوراک سنگرها را یک نفر پیره ماندن دیگاهش تا شده بر پیدا کردن نان که تا میشه اینا را کمین میزنن و جان به حق میدن دو نفر از اعضای مقامت هم در این خلال ناپدید است که حتماً اسیر شده باشند ای روایات واقعی از جبهات جنگ است مردم بسیار با یک قدرت در برابر تروریزم و دفاع سرنوشت خود می جنگن. مگر اما آدمای دیروز دوباره اینا رو در گره خود دارند من امیدوار کی که این افرایی که من گرفتم به سرعت در عملکرد خود اصلاحات دارن ورنه از این آدم ها دوسیه پیش ما که من مجبور هستم خط به خط جز به جز او رو باز نشکنم. در خبر آمده که همچنان در از منطقه تاجیکان مربوط پل حصار بغلان دو جسد متلاشی شده هم که به احتمال قوی یا افراد جوی مقامت بودن یا کسایی است که طالبان را از راه میگیرن از خانهشان میکشن میکشن رها میکنن میرند به این ترتیب سرجم از پیکارجویان مقاومت نو نفر به اثر مسئولان تامیناتی و طالبان تسلیم شدند صدای ما را هر مسئول و هر منابع آگاه و نسل نو میشنود سرنوشت خود از دست از اینا بکشین خب آل طالبان د بلندی کوههای د منطقه سرسوخته لکنمار و رواشک بالا شدن د ارتفاعات چقدربه طل ظرفیت لوژیستیکی رهه انتقال دادن مهز چادر زدن دنوبلند ها. یاه م شماراز قنداریهای که د اونجه بودن از ارتفاعات پایان مد عقب نشینی کردن که دلایلش فهمیده نشده است منابع مقاومت میگن که اینا عقب نشینی کردن مفرزه قنداریا مگر جسد نو نفرشان در قاط سنگا و کمرا باقی مانده در منطقه تاجیکان خب وزی اندراب وزن مردان اندراب خراب است قابل نگرانی است توجه عاجل میخوایم. ما که این مسائل و احمد مسعود می رسه و رسه. چرا او در حالت ماسره خبری و اطلاعاتی هم است او ما خود گپ میزنیم؟ میزنیم اطلاع خود می رسانیم. که مردم نان نداره جبه برای هر فرد مبارز مبلغش نمیگم ماش تاین کرده بغیر از تأمین اعاشه 24 ساته شان، که باید برشان رسانده شود. مگر از ماه که مردم نه پیسه گرفته دریافته، نه معاش و نه نان سعی برش میرسه. به همین ترتیب، چیز بسیار ناگوار دیگه که ما شما شنیدیم، محمد خالد انفی از اداره امر به معروف بسیار با یک دیده درایی، و در این حال کنسردی میگه که اگر ما نباشیم غذب خداوند به مردم نازل میشه نازل شده با حضور شما غذب خداوند به طور کامل بالای مردم افغانستان نازل شده یعنی یه آدم یک گپی زیده با حکمت شنیمیست میگه اگر ما نباشیم غذب خداوند نازل میشه اصل واقعیت شده ببینید که خود از اینا عامل غذب خداست هر چه فرمان است میگه ما سر کلگی تطبیق میکنیم این دیگه دست امین هم از پشت بسته کدن دست ترکی رام دست ملاومه دست همه گیره اینا فکر میکنن که هیچ چیزی دم از اینا رو نمیگیره طالب امروز نسبت به طالب 25 سال پیش فوقلاده فاسد دروغگوی و گستاخ است همچنان طالبان کوچی در شیرین تگاب فاریاب مشغول غصب زمینای ساکنان ازبک است میاین به زور و برزا زمینای ترک را رو میگیرن اون مثل دوره مدگل خان مومند این شکل در از منطقه گزارش های هست جستا گریخته آرام که نشانی بارز یک طوفان دیده میشه یک مادر ازبک که رفته پیش از اونا که زمین مرا نگیری طالب رفته جا در جا زده تیربارانش کده کشتهش این خبرها رو ما پخش میکنیم اما این خبرها هر کدامش در نفس خود بمای ساعتی هستند که در زیر پای طالبان یک روز منفجر میشن شمسلای افده ساله که پریروز زبه شد با وسیله طالبا قصه من برای شما در برنامه قبلی کردم پدر یزی دلش درد کده رفته به رسم دادخواهی که چند نفر دیگه جسد شانه کردن بردن به مقر قماندانی شهرک دی سلا در اونجا که بردن طالب که میبینه طالب سرشان حمله میکنه با زربات میلی تفنگ و قنداق کلشینکوف دستای پدر شمسلا او پدر سوگوه رو در کشه دستایش شکستاندن اما من ایران ماندم که چرا این مردم می کار میکنن او که بچه را سر میبره باز پس پیش خود از او میری دادخواهی میکنی مردم ما چی وقت خوشیار میشه دیگه خب فرصت اشتباه نیست اگر جنگ بود خب دیدین اگر مصیبت دید، اگر زندگیتان تبا شد، خب اونو به تجربه داری آفتید. خانایتان ویران شد، غصب شد، تحقیر شدین، خوش شدین. یا آیا همه این مصیبتا و این بلاها ذهن شما را نسبت به ستمگرا روشن نساختن؟ پیش امو کسی که بچهتا گردنش قطع میکنه و امو در بازار هم میگذاریش؟ باز پس امور سر شانه میکنی میبری پیش خود از او که عدالت میخواهیم هیچ ای دیگه به هیچ فلسفه جور نمیه آوردن جسد به قماندانی امنیه چی در دیر میکنه گیریم که میطالب طالب می و تو را میگفت که او والا اشتباه شده از این قبیل ما پرسان میکنیم پو خیر کی شده کی نشده شمسلایی که دست رفته زنده میشه یا طالب آذر میشد و شما خون با بده او خودش از کل جامعه شب و روز جزیه می برای امرار معیشت خود خب این حضیر باید از احبارا می بر به روستای نواباد خطایان شهر طالقان اینجا حمله بر یک رنجر طالبان صورت گرفت این حمله مفرزای مقامتی بسیار سرعت دارده ای وقتا دو طالب کشته سه زخمی رنجر تخریب اصلا غنیمت شد یک زخمی هم سه نفر از سه نفر زخمی یک زخمی قابل و درمان نیست ما کنیم این خبرها روزانه میخونم به یک چرت میشم میگم خب در ظرف شش ماه جنگ اگه ایده بکنه به طالب رنجر نمیمونه. یا خراب میشه در جنگ یا استلاک میشه یا دوزدی میشه اینا باز با کجا میرند قدر سوقیات خود که کچی میکنند قدخر و خاطر است که ما از نظر جنگی وضع طالبا رو را بسار وخیم میبینیم حتی پیش بینی میکنیم که اینا در سراسر سر کشور ممکن است قتل عام شوند اینا به جنگ نامدن اینا به حساس پروتوکول آمدن دولت برشان تسلیم شده کس یاری نزده حمله دوم، حمله بر روستای یوخ ولسوالی فرخار ای فرخار هم بیخی دیگه توفان میکنه دی وقتا دو طالب کشته دو زخمی موتر هایلکس دو کاوینه متلاشی میشه بیترین نوع کمینزنی و مبارزه چریکی علیه اشغالگران شروع شده بیترین شکلش همی است دو حمله در ولسوالی ورسچ. عملی اولی در یک مسجد که طالب ها اونجا جمع شده بودن. کود بودن اونجا تمام خواب میکردن نماز هم میخوندن هر کار دیگه هم میکردن. دو جمع داشت. حمله دومیش در شهرک ورسچ که دو کشته دو زخمی. این زخم زدن ها طالب از پا میاندازن. احمد شا مسود یک گپ داشت در دا جنگ پشغور میگفت که آیستا ایستا زخم زده برین آیستا, آیستا زخم زده برین یک وقت متوجه میشین که از او پیکر از او پیکر حیولایی دشمن هیچ چیزی نمونده فقط خون چکه میکنه سرجم مجموعه رویدادایی که امشب در اختیار ما قرار گرفته بود به همین اندازه بود تا سرویس بعدی بدرود